בראשית קלאס. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי דר אבטדו חדוון אופריד אוסמון וזמין רו. که در خداوند به ما یک اشاره میکنه که اون بود آسمانی تو فراموش نکن. درسته که فقط بود زمینی تو میبینیم، بود جسمی و مادی و خاکی تو میبینیم، اما بود آسمانی تو فراموش نکن. تو از دو تا کمپوننت، از دو تا قطب کاملا مخالف تشکیل شدی، شمیم و آرس. پس بعد از همون اول ببینی که چطور خداوند این دوتا رو در کنار هم قرار داد به طور همکاری، که تو هم از این نشما و گوف، از این بود شامین و آرس آسمانی و زمینی که درت هست چطور در کنار هم استفاده بکنی، نه اینکه بر ضد هم استفاده بکنی، حتی نه اینکه جدا از هم استفاده بکنی، در کنار هم با همکاری استفاده بکنیم. پس در واقع ما یک واسطه هستیم که بین نشما و گوف، بین اون قطب آسمانی و زمینیمون یک ارتباطی، همکاری پدید بیاریم. نه کسی میتونه فقط با بود جسمیش زنده باشه، نمیتونه کسی فقط با بود روحانیش با نشماش ادامه بده. هر دو رو ما لازم داریم، شب و روز رو هر دو رو لازم داریم، خشکی و آب رو هر دو رو با هم لازم داریم. تمام هدف همکاریه که چطور بتونیم هر دو توامن با هم در کنار هم پشت هم بتونیم اون ماموریت، اون میشن، اون هدفی که خداوند از آفرینش رو برای ما تعیین کرد رو انجام بدیم. میرسیم به ادامه بحثمون در مورد باغ عدن، باغی که همه ما بعد از مرگ آرزوی اونو داریم، گن عدن. خدا آقا میگه ببین، همونطور که ما بود روحانی داریم و گن عدن شل مالا، همینطور ما بود جسمی داریم و گن عدن شل متا. خداوند حتی رو این زمین خاکی ما، تو این زندگی موقت ما هم هنوز یک باقی، یک گنی، یک عدنی، یک بهشتی تعیین کرده. اگر ما اون رو از دست ندیم، همونطور که آدم آرشان هم اولین فرصت خداوند بهش داد که در این گن عدن بتونه رشد بکنه، اما خودش از دست داد. با چی؟ با سرپیچی از حرف خداوند، با نافرمانی، با گناه. پس یعنی آدم میتونه با میسوت، با فرمانبرداری و حرف شنوی از خداوند گن عدن خودش رو دو برابر به دست بیاره، هم در عالم هزه و هم در عالم حبا. همونطور که بعد از مرگ هر کسی تمام تعریفاتی که ازش میکنن فقط جنبه اخلاقی و روحانی داره، آدم بخشنده، آدم پرگذشت، آدم میسواکار، آدم خدا ترس، تمام تعریفاتی هم که ازش میکنن جنبه های روحانی داره، چون میدونن اصل گن عدنی که این خودش براش بنای خودش بنا کرده بر حسب اون قدوسیت و پاکی و اخلاقیاتش بوده، نه بر حسب پول و ثروتش.
پس خداوند میگه ببین اطرافتو از دست نده، چه بسا امکان داره که تو گن ایدن باشی و حالیت نباشه، چه بسا گن ایدن خودت دست خودتو متوجه نیستی. پس با خدا باش و پادشاهی کن. اما ببینید تعریف گن ایدنی که تو شامعیم هست با تعریف گن ایدنی که ما داریم چیه؟ جوری که خداوند ابتداعا گن ایدن رو، گن رو، باغ رو در ایدن قرار داد با اون شرایطش، آیا در اطراف ما هم همچین باغی یافت میشه؟ همچین شرایطی دیده میشه؟ دورتارای امروز رو وقت میکنیم همونطوری که در طول هفته گفتیم بیلونش مد تمام رفتگان از جمله آقای یوسف بن شموئل سعیدیان و همچنین خانم گیتی بات یعقوب. روح هشم تنخینا بگنده که اسپانسر کردن torahelp.com رو، هر کسی در هر موقعیتی میتونه در این زخوت جهانی شریک باشه برای کمک به کلاس هایی که داریم. بفرمایید میشه برای رفاشل ما؟ صد البته خانواده سیمایی برای دیوید شیمون بن استر بزرعت هشم 126 بدا تسکل مصفوت رفوات کل خلا اما اسرائیل و بخلالام داوید شمعان بن استر الا رفان الله هم که در این زخود به خوبی شریک باشم و بزرعت هشم اسحاق بن سارا و اسحاق بن سارا الا رفان الله هم الا رفان الله هم هشتا برگلا و ازمان غارب این امر آمین. ادامه میدیم بحث گن ایدن رو. و یسمع هشم الهیم منها آدما کل اسن احمد لمرعه و طبل معخال و تحاییم به تو خگان و ات هداد تو وارا، که در واقع باغ بدون درخت نمیشه و این باغ هم درش درخت های خاکی داشت، مادی، طبل مرعه و هم درخت های معنوی داشت، ات هداد، ات حاین، زندگی و دانش. و گفتیم که در جلسات قبل در واقع ات حاین که منظور علام حباس ربط داره به ات هدعت که منظور توراست، که تورای بیشتر علام حبای بیشتر. و اون موقع است که خداوند با این ات هدعت و ات حاین اجازه میده که آدم از ات نحمد لمرعه و طبل معخال از اون درختان خوشمزه و خوشصورت هم استفاده بکنه. پس یعنی لازم بود فقط آدم هاریشون از یک درخت مواظبت بکنه، اونم اصدعت بود. اون موقع میلیون ها درخت از اون مواظبت میکردن، تمام گن ایدن زیر دستش بود. و به محض این که کوتاهی کرد و از اتحدعت نگهداری نکرد و دست رازی کرد، در واقع خیانت کرد، متاسفانه دیدیم تمام اون میلیون ها درختی که تحت دست اختیار بود از دستش خارج شد، از گن ایدن اخراج شد. پس میبینیم تمام
گن ادن شخص چه در علام هزه و چه در علام حبا بسته به اتدعت و ورا، به اون درخت دانش که تورا باشه، که فرق بین تو ورا خوب و بد رو به ما میگه. و دیدیم بعد از این که به از حد دعت دست رازی کرد، خداوند گفت مبادا که به از حقیم هم دست رازی بکنه، پس دیگه کاملا از گن ایدن اخراجش کرد، هم از حقیم رو از دست داد و هم تمام گن ایدن. پس راست چه بخواید؟ برای گن ایدنی که همه امون آرزو داریم بعد از 120 سالگی درش قدم بگذاریم، یه امتحان کنکور داره و اون امتحان کنکور که بتونیم به گن ایدن راه یابیم 613 فرمان داره و با هر فرمانی در واقع داریم ما یک قدم به اون گل ایدنی که در انتظارمونه نزدیکتر میشه. و این گل ایدن چه خصوصیتی داره؟ گل ایدن در واقع انسان رو کاملا زیر چتر و پناه خداوند قرار میده. این که خداوند تمام امکانات رو، احتیاجاتش رو، نیازش رو برطرف میکنه. کسی که قبول بکنه که با هر میسوایی که انجام میده خودش رو زیر چتر پناه خداوند قرار میده، خداوند رو محافظ خودش میکنه، یه وارخ خواهشم و ایشمره خارو برای خودش پدید میاره که خداوند که به تو برکت میده، خداوند که تو رو محافظت میکنه، نگهبان تو خواهد بود. کسی که بتونه این حقیقت رو قبول بکنه، اون موقع است که میبینه بهترین ثروتی که میتونه تو زندگی براش وقت بگذاره و دنبال بکنه توراست، کتاب خود خداوند، فرامین خداوند، مسوت خداوند که میاد چطور نظم رو، شالوم، صلح رو در زندگی ما برقرار میکنه. همطور که در اثر تدی برود، در تن کامندمنت، در ده فرمان میخونیم که تماما خداوند داره میگه چطور احترام اطرافت و احترام خداوند رو، احترام پدر مادر رو، احترام مال و حقوق دیگران رو در نظر بگیر، به حدی که حتی حسرت مال دارای دیگران رو نبر. تا این حد میاد مرزها رو تعیین میکنه که میگه در فکرتم به زندگی دیگران تجاوز نکن، سعی کن کیف و لذت زندگی خودتو ببری، امکانات خودتو در زندگی خودت کشف بکنی. اگر کسی واقعا این قانون اساسی خداوند رو دنبال بکنه که میبینه اتفاقا زندگی فقط برای لذت بردنه، کیف کردنه، روز به روز لطف الهی شاملش میشه، براش مان میباره و هر خواسته ای که میخواد برآورده میشه، تماما فقط به شرط این که فرمانده رو، خداوند رو ما دنبال بکنیم، میبینیم که به چه رتبه و به چه درجات عالی دست پیدا میکنیم. پس خوشا به حال کسایی که شاگرد زرنگ کلاس وقت بازیشون رو با وقت درسشون قاطی نمیکنن. موقعی که تو کلاسن وقت درسه، موقعی که تو حیاتن وقت بازیه، وقت درس و بازیشون رو قاطی نمیکنن. سر کلاس حواسشون به درسه و همین درس سر کلاس اونها رو به درجات بالا میرسونه و اون موقع است که میتونن با کارنامه عالی به دانشگاهی بهتر برن، تو زندگی موفق تر باشن. پس درس در واقع از بچگی تو مدارس داره به ما فرمانبرداری، حرف شنایی یاد میده،
و کسی که بچه‌ای که بتونه حرف شنایی و فرمان برداری رو تو مدرسه سر کلاس از کوچیکی یاد بگیره، بزرگم بشه هنوز اون فرمان برداری و تبعیتش و حرف شناییش سر جاشه. اون موقع است که قانون رو، نظم رو تو زندگی دنبال میکنه، نه بیراهه و انحراف رو. بله، شخص میتونه با تقلبم سر امتحان نمره خوب بگیره، اما امتحان بعدی رو میخواد چیکار بکنه؟ امتحان بعدی هم تقلب کرد، امتحان بعدیش رو میخواد چیکار بکنه؟ هر چقدر ما پیش خودمون فکر کنیم که با زرنگی، با کوتاهی، با هر نوع درجا زدن و میونبر، شورتکات میتونیم مثبت هشم فرامین خداوند رو پشت و گوش بندازیم، امتحان بعدی رو میخوایم چیکار بکنیم؟ اما کسی که از همون امتحان اول یاد میگیره که باید درس بخونه تا نمره بیاره، امتحان بعدی هم همین رو رعایت میکنه و چون شروع کرده، عادت کرده به درس خوندن، پشت سر هم امتحانات رو پیروز، موفق پشت سر میذاره. کسی که قبول بکنه میسود فرامین خداوند تماما به خاطر خودمونه که بتونیم چطور امتحانات و نیسیونات، امتحانات زندگی رو پشت سر بگذاریم، اون موقع است که روز به روز کارنامش داره درخشنده تر و بهتر میشه. اون موقع است که جزء صدیقیم، نزدیکیم خداوند قرار میگیره، که خداوند قدرت فهم و دانش تورا رو بیشتر برش فاش میکنه و همین باعث میشه که بهتر درسش رو بخونه، باز بهتر. اون موقع است که همین شاگردی که 20 سال پیش تو این مدرسه داشت درس میخوند، دیدیم بعد از چند سال میشه معلم اون مدرسه. و بوده افراد که طرف خودش اول شاگرد مدرسه بوده، بعد انقدر درسش خوب شده که موقعی که بزرگ شده شده معلم همون مدرسه. خداوند هم همینو از ما توقع داره، میخواد للمد اوللمد یاد بگیریم که یاد بدیم لشمر و لعصد نگه داریم که انجام بدیم. فقط نمیخواد همه چیزو تو درجه تئوری انسان تو مغزش نگه داره. للمد اوللمد از حالت شاگرد به معلم تبدیل بشه. بمدل در پاسوب همونطور که هر مدرسه‌ای، هر معلمی امکانات تحصیل رو برای شاگردانش تعیین کنه، خداوند هم همچنین بعد از اینکه درختانی رو در گن عدن سبز کرد، میاد و روی رود و نهرهایی رو در گن عدن قرار میده. و نهار یوتسم عدن لحشکت اتگام، که نهرهای، رودهایی از خود ایدن، از خود اون منطقه جاری شدن، لحشکت اتگام که باغ رو سیراب بکنن، اومیشام یپاره و از اونجا تقسیم بشن و هایال لعربا راشین و تقسیم به چهار رود مختلف میشد. و ایتون باشه دفعه پیش توضیح دادیم دقیقا بر طبق اون چهار نوع درختی که خداوند تو گن عدن کاشت، چهار رودم برای اونها قرار داد که هر کدوم یکی از اونها رو سیراب بکنه. همینطور ما دنیا چهار طرف داره، راست چپ، عقب جلو، شمال جنوب، که ما در یک بود چهار گوش دنیا به دنیا آمدیم و ما میدونیم
که شب پسخ هم اربع با نیم چهار تا بچه ها سر میز نشستن. موعد سوکا هم اربع می نیم چهار نوع گیاه و میوه را میگیریم و براخا میگیم. در سوکایی که بعد از کیپور هستیم چهار گوشه میشینیم و سوکا رو اون سایبان خداوند رو شکرگزار هستیم که کانسپت اربع چهار در یهودیت جنبه یک نوع استراکچر، یک نوع نظم و قانون رو داره. پس موقعی که ما میایم و به طبیعت زندگیمون نگاه میکنیم، در واقع این طبیعت زندگی ما فقط یک روکش کاور سرپوشه. در اصل یک گن ادنی زیر این طبیعت زندگی ما داره رشد میکنه، فقط باید آبیاریش بکنه، فقط باید اون میسوتی که خداوند به من داده رو انجام بدیم. و تمام این گیاهان و تمام این درختان موقعی که در گن ایدن کاشته شدن، تا هنوز آدمارشان به دنیا نیمد و تفیلان نخوند و بارون نیمد، اونها سبز نشدن. پس یعنی وجود هر کدوم از ما در این دنیا داره خلقت خداوند رو از حالت پتانسیال بالقوه به بالفعل میاره، همونطور که قرنها میگذره و تو هر دههی ما یک اکتشافات، یک اختراعات از دنیا میبینیم. اورانیوم کشف میکنن، اتم کشف میکنن و الاخر این که داریم دوره به دوره اکتشافات دنیا رو بیشتر داره برای ما فاش میکنه، برملا میکنه، چون خداوند دنیا رو، همه چی رو به حالت بالقوه پتانسیال آفریده، ما انسان ها هستیم که پرده برداری میکنیم. و فرق بین ما، بین اسرائیل با دیگر اقوام و مخلوقات دنیا چیه؟ که ما تورا داریم، اونها حکما دارن. ما تورا داریم، اونها ساینس، علم دارن. و همدلی در گمارا میگه حکما و گوییم تامین. اگر یک قومی اومد، اگر یک شخصی اومد و گفت برق رو من اختراع کردم، بمب اتم رو اختراع کردم، یک اختراع تکنولوژی خواست به ما یاد بده، تأمین، قبول کن، چون خداوند این قدرت حکما و تکنولوژی و علم رو در اختیار اونها ساینس گذاشته. حکما بگوییم تأمین. اگر اومدن گفتن از نظر علمی ما این چنین میفهمیم، تأمین، قبول کن. اما تورا بگوییم ال تأمین. اما اگه یه نفر غیر یهودی اومد خواست تورا رو برای ما تفسیر بکنه و بگه منظور تورا این بود، کاملا غیر قابل قبوله. چرا؟ چون اون درک و اون حالت فهم تورا رو فقط خداوند به بنی اسرائیل داده. تورا سیوالان و موشه مراشا قیلت یعقوب. تورا دستوری، فرمانی، آچار فرانسه یه دست ما بنی اسرائیل. دیگر اقوام از قدرت‌های خاکی و مادی این دنیا میتونن کشف بکنن و برملا بکنن، اما ما از قدرت‌های روحانی این دنیا که پایه‌گذار دین و آیین و خداپرستی و یکتاپرستی در دنیا یهودیت بود، از ابرام آوینو گرفته تا فرزندان ابرام آوینو تا نسل یعقوب تا من و شما، تورا و گوییم التامین، تا
تورا مال یهودیته. هر کدوم از ما یک وسیله داریم برای کشف قدرت‌های نهفته دنیا. پس می‌بینیم که واقعا ما اینجا کارمون خیلی بیشتر از اون چیزیه که بخوایم یک بیلدینگ، یک ساختمان 180 طبقه توی دبی بسازیم. کار ما خیلی بیشتر از اینه. ما اومدیم اتفاقا به عمق، به سیکرت و اسرار معنوی دنیا پی ببریم، نه به فقط اکتشافات برجسته یا ظاهری دنیا. هیچ کسی نمیتونه بخواد ادعا بکنه که من اورانیوم رو یا قدرت هایی که در اورانیوم رو من پدید آوردم. ما فقط داریم کشف میکنیم، چیزی که بوده رو داریم فقط پیدا میکنیم. We are just discovering. اما حخامه میگن با هر میسوایی که، با هر یک کلام تورایی که بنی اسرائیل میخونن، دارن دنیاها رو کرییت میکنن، بنا میکنن. پس ما بنی اسرائیل فرقمون با دیگر اقوام اینه، اونها در کانستراکشن هستن، فقط ساختن، یش میش، دوتا چوب دوتا آجر رو هم گذاشتن، اما ما کارمون کرییشن نه کانستراکشن. ما کارمون خلقت، آفرینش، که دنیاهای روحانی رو بنا بکنیم. و خداوندم تمام هدفش از تعیین آدم هاریشون، اشرف مخلوقات در گن ایدن همین بود که میخوام تو تمام این قدرت های نهفته رو برملا بکنی، که با هر فرمانی که ما انجام میدیم، با هر میسوایی که نگه داریم، داریم خدایی بودن و روحانی بودن این دنیا رو بیشتر آشکار میکنیم، که این دنیا فقط بود مادی نیست، بود فیزیکی، بود روحانی هم هست. به هم دلیل فرق یک لیوان آبی که ما میخوریم با دیگران میخورن. دیگران نگاه میکنن به لیوان آب برای رفع تشنگی، که تشنگیشون رفع بشه و قلوب اونو مینوشن. اما ما چی؟ اول بعد روش براخا بگیم. باروخ اتا هشم الوکینو ملخ اولام شهکل نهیا بدوارو، روش براخا میگیم، شکر خدا رو به جا میاریم، بزرگی و عظمت خداوند رو آشکار میکنیم، اعلام میکنیم. این فرق بین حتی یه لیوان آب خوردن ما با دیگران. هدف ما برای آب خوردن چیه؟ هدف دیگران برای آب خوردن چیه؟ پس میبینیم تمام وظیفه‌ای که ما در این دنیا داریم، که این دنیای فیزیکی رو تبدیل بکنیم به یک وسیله شکرگزاری و ستایش و عبادت و روحانیت خودمون. پس کار ما خیلی بالاتر از این هست. خودمون رو پایین نیاریم، اتفاقا هدفمون رو بالا نگه داریم، تا بذرت هشم بتونیم به اون هدف نهایی و هی بیوم هاهو که خواهد بود در اون روز، روزی که ماشیه خواهد اومد، روزی خواهد بود هشم خواهد و شما خواهد، که دیگه همه خواهند فهمید که فقط یک خدا بیشتر نیست و حقیقت امر عبادت و ستایش اونه، نه نافرمانی از اون. هشم کمک کنی که به زدچه میتونیم با اون درجه برسیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.